استاد عزت الله طارق را در برنامه صبح زندگی با خود می داشته باشیم و در رابطه با اعجاز قرآن عظیمشان امروز هم با ما صحبت های می داشته باشند. ببینیم استاد امروز چه گفتنی های برای ما دارند. استاد خوش آمدین به صبح زندگی، صبحتان بخیر. زنده باشی، لطف کردی. سلام خدمت شما و خدمت علاقمندان برنامه تان. سلامت باشین. امروز استاد بازم سپاس از اینکه در برنامه صبح زندگی هستین. تشکر. بازم در رابطه با اعجاز قرآن عظیمشان، در رابطه با بادها صحبت هایی داریم، اینکه چه حکمت هایی را دارند و آیا این بادها نعمت هستند و عذاب هستند، قسمی که شما خود هم قبلا اشاره داشتین. حالا از شما میشنویم در رابطه با این. تشکر میکنیم. یکی از نشانه های الله جل تعالی بادها است که قرآن عظیمشان بارها ذکر کرده در مورد بادها و یک من حیث نعمت برای ما گوشزد کرده و همچنان من حیث عبرت که ما از او عبرت بگیریم و در موردش جستجو کنیم، چنانچه در برنامه های قبلی هم گفتیم که همیشه قرآن کریم در چیزهای ما را گوشزد میکنه که ما در او تفکر کنیم و در مورد صحبت کنیم و بحث داشته باشیم و بریم به تجربهش بشینیم، فرضیه برای جور کنیم تا یک نتیجه علمی برای ما بده، نه در چیزهایی که اصلا قابل دید و قابل بحث و قابل مشاهده نیست که مانده روح بوده. خب می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ارسلنا الرياح لواقح، ما گردانیدیم بادها را بارگیرنده. و جای دیگه می فرماید و تصریف الرياح، که اینم از قدرت های خداوند میگه که ما گرداننده هستیم بادها را، که بادها را گاهی وقت چند رقم تعبیر میشه، تعبیرش که باد که من حیث باد از گاهی وقت به عنوان نعمت ارزش میکنیم، گاهی وقت به عنوان عذاب بالای مردم مسلط میسازیمش. پس خود بادها معمولا در بحرها زیادتر چی می باشد شکل می افه، چنانچه دانشمندا ذکر میکنن که چون آب ذاتا جذب حرارتش بسیار بطی است نسبت به جسم جامد، و جسم جامد حرارتش زودتر حرارت میگیره، یعنی در یک ساعت اگر جسم جامد 10 درجه حرارت بگیره جذب کنه، آب 6 درجه حرارت جذب میکنه. پس بنان جایی که خشک است حرارت زیاد جذب میکنن، هوا گرم میشه. آب هوا که گرم شد، جایی که سرد میباشه آب میبوده باشه و حرکتش بدیتر میباشه جا سرد میباشه. قسمی که مشاهده میکنیم خود آب هوای گرم سبکتر است نسبت به آب هوای سرد. پس آب هوایی که در مناطق ساحلی که گرم شد بلند میره، که بلند میره خالیگا به وجود میاد. خالیگا به وجود آمد، آب هوای سرد خود در جش جای باجا میکنه. اینجا اگر چقدر گرمی زیادتر شده، زیادتر یه عمله به سرعتش انجام صورت میگیره، بس ایست که تصادم آب هوا صورت میگیره که باد شکل میگیره، که ما نمونهش زیاد کسایی که از شمالی هستند در شمالی زندگی میکنن ما نمونهش دارن. در زمستان آب هوای سالنگ آب هوای پروان کاپیسا شمالی یکسان میباشد، شمال نیست، وجود نداره. وقتی که این بعد از این ماه حمل ثور که آشسته ماه جوزا میه، آب هوای شمالی گرم میشه، که گرم شد آب هوا بلند میشه چون سبک است، و آب هوای سالنگ سرد است و گرانگ است، بسیار به سرعت جابجا میکنه خود. در جای آب هوای گرم اینجا شمال به وجود میاد، که از این جهت شمالی هم میگنش چون شمال زیاد داره. پس او یک تصادم صورت میگیره. اینا خوب این عملیه که تصادم صورت میگیره، چه وقت به عنوان نعمت میباشه، چه وقت به عنوان عذاب میباشه. پس قرآن کریم میگه که هرچی که مسئله عذاب مطرح کرده به شکل مفرد ذکرش کرده، یعنی باد ذکرش کرده، چون از یک طرف قوت میکنه، از یک طرف میوزد، بادی که از یک طرف بوزد و بسیار به سرعت باشد حتما تخریبات زیادی میداشته باشه. و الله جل تعالی هم در قرآن کریم ذکر کرده که باد، وقتی مثلا ما قوم عاد به وسیله باد هلاک کردیم، مقامایی که نافرمانی کردن و مستحق عذاب شدن بازش که توسط باد از بین برد، تنها میگه باد ما سرشان مسلط گردانیدیم، و چون از یک طرف میوزید تو اونها را افشا و اشروز باد وزید و هلاکش کرد، که ده ها قوم دیگر هم نشان داده که به وسیله باد از بین بردیم. اما جای دیگه میگه بادها را ما گردانده هستیم و بادها را ما بارگیرنده مقرر کرده میشانه یا ساخته میشانه. و در آیت دیگر میفرماید که ما در نباتات هم جفت خلق کردیم. پس در نباتات هم جفت از زوج است، میشه که مذکر مؤنث هستند اونها. اگر ما یک نبات در خانه هیچ جایی که باد به او نرسه یا شاخه شور نخوره او را تربیت کنیمش، اصلا گل هم نمیگیره، اصلا میوه هم نمیگیره، اگر بگیرم بسیار ضعیف میگیره، چون عمل القاح صورت نمیگیره.
شاید پشه و مگس و ایتسرو چیزا که بشین از به او بشینه شاید القا صورت بگیره مثل یک زنبور میشینه، اما چونچه که باد انتقال میته نمیشه. پس بنان بادها که از هر طرف بود، ما شاعران به عنوان نسیم یادش میکنن که از هر طرف بوده باشه، از راست چپ شمال جنوب باد میورزد، بسیار خفیف میباشه تایسته. اینا شاخه و شاخ میزنن، شاخه که به شاخ زدن، شاخهایی که اونا جفت هستن به یکدیگه که تصادم کردن به وسیله از یک گل پندک به وجود میاد. پس گلها خودشان شیره هایشان که می بوده باشه، اونها یک به شکل بسیار ظریف می بوده باشه که توسط باد از یک گل به دیگه گل میره، که اونها را به شکل پراگنده می سازه که با یکدیگه تصادم میکنن، تصادم کردن میوه میگیرن. و در بحث زنبور اصلا ما صحبت کردیم که زنبورها در هر جایی که میرن، زنبور از یک گل که گرفتن، چون گفتیم که در یک کیلو یعنی در هزار گرم یک میلیون گل بوی میکنن، از یک گل گرفتن به گل دیگه، این گل ماده چی مثبت منفی یا ماده مذکر مؤنثش انتقال میتن به یکی دیگه، و او سبب میشه که گلها شگوفا شوه و میوه بگیره. و عملیش تقریبا 80% توسط شمال صورت میگیره، که شمال های آیسته آیسته هم گلا را جای که شمال باشه مثلا احساس بوی خوش هم میکنیم که بوها را انتقال میده، و در لابلای بوهای را که انتقال میده شمال، همی ماده های مثبت منفی را انتقال میده که به یکی دیگه تصادم میکنه و سبب میشه که میوه به وجود بیاد، سبب میشه که شاخه گل بگیره. و اگر شاخهایی که شمال نگیره، شما دیده باشید درختهایی که در برابر شمال واقع نیستن، یعنی شمال نمیگیرن، آثارشان بالای ثمراتشان میوه هایشان است که میوه های ضعیف تر دارن، حتی برگای خوب هم نمیگیرن، خوب کلان هم نمیشن. اما یکی در معرض شمال است، چون شاخ های منفی و مثبت زیاد به یکی دیگه هم تماس میگیره، که تماس گرفت خود به خود سبب میشه که میوه خوب هم به وجود بیاره، برگای خوب نیرومند قوی هم باشه. و جای بحث ای از کیره امروز دانشمندان را کشفش کردن، که این سوال را من می‌خواستم همین لحظه از شما بپرسم، حالا تحقیقات تازه‌ای که در این رابطه صورت گرفته یا کشفیات تازه‌ای که حال دریافت کردن، چون قبلها در اسلام وجود داشته و در قرآن عظیم شان هم ذکر شده، چه پیامدی داشته و چه تاثیراتی تونسته داشته باشه امروز بالا این پس می‌بینیم که دانشمندی که میره دانشمند زراعت است، خب اصلا ما تخصصی صحبت نمی‌کنیم، چون بحث رشته مانستان و رشته قرآن کریم است که چگونه ارتباط می‌گیره. یک دانشمند متخصص که میره تحقیقات می‌کنه، می‌بینه که 80% القاها صورت میگیره توسط باد صورت میگیره، باد که صغرا و کبرا به اصطلاح منطقی یا به اصطلاح علمی که فرضیش جور میکنه میره به نتیجهش میشینه که باد بارگیرنده هست. بنان به وسیله بادی انتقال میکنه، خب با گاهی وقت ما مصنوعی هم میتونیم ساخته، خب هرچی مصنوعی هم بسازی بازم همون نتیجه رو میگیره. اونجاست که متوجه میشه که ایره پیامبری که حضرت محمد نام داره در یک جزیره العرب، جایی که اصلا درخت هم نیست، بسیار کم است، جایی که لامزروع از کشت هم نمیشه و تخصص هم نداره، وسیله هم نداره، هیچ چیز هم نداره، چطور گفته میتونه که باد بارگیرنده هست؟ چطور میتونه گفته که گل منفی و مثبت داره، در حالی که منفی و مثبتش در اواخر قرن 19 شناخته شد که از علم زراعت پیش رفت که گفت منفی و مثبت گلها داره. پس بنا انیره میگه کسی گفته این کلام محمد نیست صلی الله علیه وسلم، این کلام خالق محمد است، اون کسی که خلق کرده حضرت محمد به عنوان پیامبر روان کرده، کلام از او خلق میگه که باد گیرنده است، باد القا کننده هست، باد بار گیرنده هست، در حالی که او وقت وسیلهش بود هیچ چیزی وجود نداشت. و حتی منفی و مثبت از کجا میشناخت؟ یک کسی که خودش در یک سرزمینی که نه خواندن بلد بوده باشه، نه نوشتن بلد بوده باشه، نه پیش کدام استاد شاگردی کرده باشه، باید بگه که درخت، گل، نباتات منفی و مثبت دارن. او باید بگه مثلا ما یک بخش دیگه هم زراعت داریم، او باید بگه که مثلا گندم میتونه تا 700 چند شوه، یعنی یک سر گندم 700 سر گندم میتونه داده و بالاتر از او، چنانچه کلم امروز تحقیقات کرد تا 40 سر رساندش، یعنی 40% 40 چند ساخته شه. هنوز هم قرآن کریم میگوی تواناییش هست که تا 700 چند هم شوه و بالاتر هم از او شوه. پس بنان برای یک دانشمندی که علم زراعت میفهمه، او گاهی وقت توعا و کرها، گاهی وقت بر رضا و رغبت میپذیره که کلام خداست، گاهی وقت مجبور میشه که بپذیره کلام خداست. و قرآن کریم میگه زود است که شما ببینید که اونها وقت تحقیق میکنن خود به خود آگاه میشن که این کلام ما هست، اما گاهی وقت عناد میکنن، احساس کمی میکنن که به او زانو بزنن، و گاهی وقت خداوند جل تدمت او وسیله هدایتشان میکنه که در برابرش زانو میزنن که واقعا کلام الله جل تدمت اوست. ای از سویه بشر بسیار بلند است که نه وسیله داشته باشه، نه دانشش داشته باشه، نه دیگه بیا سرش تحقیقات کنه و نتیجهش بگه که بادها بارگیرنده هستند.
بسیار خوب. حالا استاد تا جایی از پیامد از اینها هم گفتین، این که چقدر این مسئله میتونه تاثیر داشته باشه با باخسان بالای کسایی که خودشون حالا این مسئله را تحقیق کردن، ولی با وجود از این ما تعداد کسایی را شاهد هستیم که آنچه در قرآن هست، آنچه که تا به امروز ثابت شده، ولی باز هم نمیپذیرند، باز هم اینا عناد میورزند، باز هم اینا منکر میشن از این مسئله. تا چه اندازه این منکرات میتونه بالای خود از این افراد تاثیر بد داشته باشه که حقیقت را هم میبینن ولی پنهانکاری میکنن؟ گاهی وقتی تاثیرات از لحاظ جرم شناسی که مورد بررسی قرار گرفته اجتماع است، یک نفر میفهمه که احترام به پدر مادر کار بد است، این کلگی میفهمه، اما با مردم بازم میکنه. حتی یک مورد بود که حتی کسی که پدر خود که قفاق زده بود تو شکایت کرد پیش قاضی، قاضی خواست چرا این کار کردی، میگو بچهش میگه که پدر نافرمانی میکنه، خوب ریگویی میکنه، نافرمانی میکنه. گاهی وقت خود احساس در اجتماعی که بزرگ شده از لحاظ روانی اجتماع بالاش تاثیر کرده که با وصف یک واقعیت همیم است، کلگی میفهمه سگرت بد است اما میزنه، میفهمه که به صحتش نقص داره بازم استفاده میکنه. حالا خب یک دکتر که سگرت میزنه گناه تو است یا گناه دکتر است؟ کلگی گناه دکتر است. ایلانایی که از خود کمپانی سگرت، خود کمپانی هم میگه که به صحت مضر است، خراب هست، آه به صحت مضر است، با وصف یک خودش دکتر است اما از سگرت استفاده میکنه، بنان گناه تب نیست، گناه دکتر است. حالا وقتی که یک دانشمند خوب متوجه میشه، میبینه که در برابرش عاجز شد، کلام کلام بشر نیست، کلام الله جل تعالی تو با این خصوصیات، با این بحث علمی، با این مخاطب قرار دادن از لحاظ علمی بازم قبول نمیکنه، گناه علمش نیست، گناه خود شخص است که میفهمه میپذیره که نمی یک کار نیک است، کار حسن است، کار درست است، کار علمی است، مبتنی بر یافته های علمی است، بازم قبول نمیکنه. گاهی وقت از لحاظ عنادش است، حالا اگر که ملامت است از چه لحاظ، یا از لحاظ عناد داره، دشمنی داره، حسد و کینه داره، حسد و کینه ما را وادار به بسیار چشم‌پوشی زیاد میکنه. مثلا با کسی حسد داریم، هر چقدر دانش داشته باشه، هر چقدر موفق باشه، کامیاب باشه، ما میگیم نه این واسطه داره. خب یا این عمو تو شکل است، یا این تو رسوت است، ده ها دلیل دیگه براش میاریم، در حالی که میفهمیم که تمام موفقیتاش به خودش ارتباط میگیره. خب چون حسد کی نداریم، خود قرآن کریم هم میگه وقتی که حسد می داشته باشن، عناد می داشته باشن، نعمت خدا را در یک مورد کسی دیگه دیدن، خب انکار میکنن، ابا میورزن. اما یک موضوع دیگر هم خودش تاثیرش است که هر کس از دید خود تعبیر میکنه و ما زیاد که تلاش میکنیم پیام این برنامه هم بمیست، چون برنامه هدف داره و پیام داره، نه پیام ما بمی است که ما تلاش کنیم قرآن کریم و بحث‌های علمی قرآن کریم لحاظ علمی تحلیل ارزیابی کنیمش، نه در چیزای خود بند بسازیم که نه ما نتیجه میگیریم و نه مفید است برای جامعه ما. بنابراین هر چیزی که قرآن کریم بارها ذکر کرده که تعقل کنی، تفکر کنی، عقلتان را به کار بندازی، فکرتان را به کار بندازی، از اون نتیجه بگیری. پس تنها بحث اسلام خلاصه و یک چند چیز نسازیمش که اسلام، حالا اگر این مورد بود اسلام است، اگر نبود اسلامه. نیست. ببینیم سر بحث‌های تحقیقی و بحث‌های علمیش بریم که چقدر برای ما مفید، هر چقدر فکر کنیم، هر چقدر مباحثه کنیم، مذاکره کش کنیم، ما نتیجه گرفته میریم، ما به عمق میریم. مثلا طرف کو هر چقدر نزدیک شی بزرگی از او دیده میریم. بنابراین هر چقدر ما به قرآن کریم نزدیک میبینیم میشیم بزرگی از او میبینیم، عظمتش رو میبینیم. حالا اگر خلاصش کنیم به چند مسئله عادی عبادی، یا هم ظلم میشه که میشه که تنها یک مسلمان مسائل عبادی خود انجام بده، اما کل چیز منوط مربوط نسازیم که فلان چیز است، کلش یک چیز سافتویر نرم افزار باشه که این تو چیزها هست، یا مدینه فاضله میخواهیم اما وجود نداره. بیایم تعقل و تفکر کنیم که این کلام چه برای ما برنامه داره، چه پیام داره، چه هدف داره، و به خاطر رستگاری و فلاح مردم آمده. پس بنابراین فلاح و رستگاری مردم هم در دنیا تضمین میکنم، در آخرت که میکنم با اساس اینی بحثای علمی خود. سلامت باشین استاد، سپاس برانه از این که امروز با ما هستین و انشاءالله هم هفته آینده شما رو میداشته باشین با خود در رابطه با اجازه قرآن عظیمشون. در رابطه با کدام موضوع؟ موضوع خوب ابرها را فکر میکنم، نمیفهم صحبت کردیم نکردیم، ابرها تا حالا صحبت نشده. پس بنام روی ابرها صحبت میکنیم که یک پیوند توسط باد داره که توسط باد انتقال میکنه از یک جای به دیگه جای، و او سبب میشه که به او هم تصادم به وجود بیاد، سبب بارش باران شود. آها سلامت باشین، سپاس فران از این که امروز با ما هستین استاد، سلامت باشین.